أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. با سپاس و شکران خدای را که ما را با اسلام رهنمایی کرد و ما شاهدی میتیم که جز خدای یگانه دادرسی نداریم. یا الله تو تنها هستی، شریک و مانند نداری، تو یگانه فریادرس ما هستی. بندگان مؤمنت که محض به خاطر فرمان روایی تو، برقراری فرمان روایی تو می خواهند زندگی بکنن، مورد اذیت و آزار و ظلم و شکنجه و حتی قتل قرار می گیرن. چوبه های دار انتظارشان هست. خدایا این مردم که امروز هر چیز برشان حلال شده، خون مسلمان، عزت و آبروی مسلمان، از هیچ چیز دریغ نمی کنن. خدایا ما تنها ماندیم، جز فریادرس تو نداریم. پروردگارا بر هیچ کس ما رحم نمی کنن، بر اطفال ما، بر زنان ما، بر پیران ما. خانه های ما دیگه امن نیست، حتی خانه های تو را ویران کردن. یا الله تو به داد ما برس. خدایا ای عالم با همه قدر بزرگیش، ای انسان هایی که آزاده می خواهند زندگی بکنن، می بینن پیش چشمانشان، خودشان وسیله فراهم می کنن که بنده های مؤمن تو را امروز آزار و اذیت بکنن. آزادی های ما را سلب کردن، امن و امان از ما گرفتن، نمی خواهند که ما تنها بندگی تو را بکنیم، ما را از بندگی تو خارج می کنن، به غلامی و بردگی خود می گیرن. خدایا زندانها را پر کردن، کشورهای ما را به زندانها تبدیل کردن، ملتهای ما را اسیر گرفتن. یا رب، یا قهار، یا جبار، یا قوی و یا متین، یا کسی که تو انتقام ما را میگیری، یا منتقم، انتقام پدرها و مادرهای داغ دیده ما را بگیر. خدایا انتقام یتیمهای ما را بگیر پروردگارا، انتقام کل امت پروردگارا، جز تو کسی نیست بگیره. یا الله، یا رحمان، یا رحیم. امروز همو ندای ملکوتی رسول تو، حبیب تو که میگفت کفر یک ملت واحد است، امروز ظالم، کافر، منافق، مشرک همه در برابر امت حبیب تو صف آرایی میکنن، زور آزمایی میکنن. خدایا دست های رحمتت به طرف ما دراز بکن. خدایا ما به این امید مقاومت میکنیم، استقامت میکنیم که تو بالاخره حق پیروز میکنی. ما به تو باور داریم خدایا که تو ظالم بالاخره سرکوب میکنی. مهلت ظالم خدایا پوره بساز. الهی حق مظلومان بگیر. خدایا آه مظلومان خدایا به ملکوت بالا شد، خانه ها ویران شد، اطفال ما رو پیش روی چشم های پدرانشان، مادرانشان با گازها کشتن. خدایا جز تو فریاد رسی نداریم. الهی دست ما رو بگیر. خدایا خدایا جز تو اینا رو دیگه کسی مجازات نخواهد کرد، اینا همه در یک صف قرار گرفتن. خدایا
پناهگاه ما تو هستی، با ما استقامت ببخش، با ما صبر نصیب بکن خدایا. خدایا ما شب و روز به امید نصرت تو سپری میکنیم و با درود و سلام بر پیامبر رحمتت که ما را از جهل و از کفر و از سرگردانی ها نجات بخشید، عدالت برقرار کرد. با درود و سلام به روح و روان پاک یارانش و با سلام به عزیزان شما ارجمندان، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه امروز آغاز میکنیم. طبعا با یک وقفه بسیار طولانی باز خدای عزیز مهلت داد، فرصت فراهم کرد که یک بار دیگر باز دور هم بیاییم، مسائل دینی خود ما را، مسئولیت های خود ما را با هم به مذاکره بپردازیم، مذاکره بکنیم. و از کسانی هم که این زمینه را بر ما مساعد کرد، از خدای عز و جل برشان اجر عظیم تمنا میکنیم و از خدای عزیز این آرزو را داریم که خدایا صدای اسلام در گوش های ما همیشه داشته باش. خدایا این زبان ما را با ذکر رحمان خودت همیشه تر داشته باش. خدایا تمنا میکنیم که اسلام در عمل ما پیاده بکنیم، تو توفیقش به نصیب ما بکن خدایا. گرچه عزیزای ما برنامه را که امروز به خدمت شما عرض میکنم از اصل جایش بیجا کردیم، ممکن یک چند برنامه بعد نوبت از این میرسید، ولیکن اوضاع و احوال خانواده های ما قسمی شده که من مجبور شدم این برنامه را یک کمی از جایش پیشتر به خدمت شما عرض بکنم. طبعا علت هایی هم دارم. من چند وقت پیش در یک جنازه رفتم، در قبرستان کسانی که نزدیکترین ها بودن به میت اینا اشتراک نکرده بودن در جنازه. و من پدر با بسیار حزن میگه که پسر ما با ما و مادرش قهر است، چند روز هست حرف نمیزنه، دیدن ما نمیآید. گله میکرد که پسری که من تمام زندگی ما به خاطر او وقف کرده بودم، او امروز با ما قهر است. الله اکبر. پدر دلش میسوزه، دودش بالا شده. خواهر زنگ زد که چند روز هست فامیل شوهرم با ما قهر کرده، رابطه را قطع کرده. همون رقم برادر هم شکوه داشت که ما محفل خوشی داریم، برادر ما با فامیل های خودشان با فامیلشان شرکت نمی کنند در این محفل ما. سبحان الله چی وضعیت است. در خوشی یک کسی نمیریم، در غم کسی نمیریم، رابطه ها به هم خورده. ما متوجه نیستیم که به کدام مسیر میریم و هر کدام ما الحمدلله نمازخوان، خدا پرست، به خدایی که ناظر احوال ما است ایمان داریم، به روز آخرتی که بازپرس است ایمان داریم. چطور جرأت میکنیم کارهایی را انجام میدیم که خدا از ما ناراض میشود؟ ما به این خاطر خواستم که این موضوع را هم امروز با شما در میان بگذارم. کسانی که به این مشکل روبرو هستند اینا دست به گریبانشان بیندازن و اعمالشان را کنترل کنن، ببینن که کجا میرن. خیلی حالت اسفناک است. به یاد او فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم ناجی بشریت، افتیدم که پیامبر عزیز ما میگفتن که شیطان مایوس شده که نمازگزاران جزیره العرب و پرستش خودش دعوت کنن، دیگه این نمازخانه شیطان پرستش نمی کنن، مایوس شدن، شیطان مایوس شده از این. اما
از این مایوس نشده که در بین همین نمازگزارها، بین همین مسلمانها فتنه و آشوب و کینه و عداوت ایجاد کنند. سبحان الله. پیامبر عزیز این هشدار میداد که ای مسلمان بیدار با، شیطان منتظر است با این حیله خودش تو را با عزیزترین کسا تو را دور میکنن. مواظب باش. و امروز واقعا که وقتی در جنازه یک کسی دل تو چنان سنگ شده، چکار شده که تو به یه حد برا شفته هستی، مرد نفر فوت کرد در جنازهش نرفتی، پدر و مادر خسر خشوع، چطور شما تانستین که از فرزندتان، از اولادتان، از نواسیتان، از عروستان ببرین؟ ممکن است نزاکت های عروس انجام داده باشه، پسرتان کده باشه، شما که بزرگوار هستی. عروس من تو چی کردی که اونا قهر کردن رفتن؟ و این ارجمندی که پدرش فقاد میکنه که مرا پسرم با مادرش با ما قطع علاقه کرده، یک ده آرزو میکنن که خدایا کاش مادر و پدر من میبود که خدمتش هم میکرد. ولی عزیزای من، شما که پدر مادرتان زنده هست، کلیدهای بهشت در نزد شماست، چطور این جرأت کردید؟ رابطه ها قطع است. مگر غافل هستیم که شیطان کارش کرده؟ بیایم همین حالت خود ما را بررسی کنیم، علاج برش بپالیم، دوا بگیریم، واکسین کنیم، پیش طبیب بریم، از این مرض های خطرناک خود ما را نجات ببخشیم. ببینیم قرآن شفا بخش، قرآن رحمت ما را به چی دعوت میکنن؟ خاطر جلوگیری از همی امراض. شما گاه ناگاه از دکترتان شاید خطی بگیرین یا بگوید که شما بیاین خودتان در برابر بعض امراضی که در حالت آمدن از خودتان واکسین کنین. چطور همه میدویم که باش این مرض مرا نگیره. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم هشدار دادن از این امراض، و واکسینایش هم برای ما سفارش کردن، دواهایش برای ما سفارش کردن. بدویم، عجله بکنیم پیش ازی که ما از پای بیفتیم. ببینید در قرآن عزیز خداوند عز و جل چی میفرمایه؟ اعوذ بالله، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. شما مسلمان ها، شما مؤمنان با هم برادر هستید، برادر هستید. در بین برادران مشکلی ایجاد میشه، طبیعی هست، کشمکش شده، نفس داریم، شیطان هست، ولیکن بین برادران اصلاح کنیم. دیگرایی که میبینند بین دو نفر جنجال هست، سلبین نباشند، برن بر اصلاحش برن. خداوند دستور میده. جایی هم میخونیم که و صلح و خیر، صلح بهتر است، آشتی باشین، روابط باشه، علاقه باشه، محبت باشه، همکاری باشه، صفا و صمیمیت باشه، این بهتر است برای شما، نه عکسش. جایی هم باز قرآن میفرمای اعوذ بالله فاتقوا الله و اصلحوا بین ذاتكم و اصلحوا ذات بینكم. از خدا بترسین و در بینتان اصلاح کنین. خدا که با ما امیر دستور میده. طبعا وقت بین ما و شما صلح برقرار باشه، شیطان فغانش بالا میشه. یک جامعه را و یا یک جماعت را میخوای که در بین از اینا عواطف و احساسات پر از مهر و شفقت وجود داشته باشه، همکاری و همیاری داشته باشن. اینا ما میبینیم قرآن عزیز چه قسم اقسم جماعت ها را تعریف میکنه، توصیف میکنه. اعوذ بالله
والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. جماعة قرآن تعریف میکنه که کسایی که بعد از مهاجرین یا بعد از صدر اسلام بعد از او میآیند، ما و شما و عزیزایی که با ما اسلام میراث گذاشتند، قرآن با ما و شما میراث گذاشتند و رفتند، با نام نیکشان رفتند، ما که بعد میآییم ما میگیم که خدایا یا پروردگار ما را و او برادرای ما را که در ایمان آوردن از ما سبقت کردن، پیش از ما ایمان آوردن، مغفرت کن، ببخش، بیامرز. الله اکبر. چی محبت است در بین ای جماعت، در بین ای اجتماع، چی محبت و صمیمیت است که غم خودش تنها نمیخوره، غم برادرایی که از خودش گذشتن رفتن خوشحال است. خدایا اونا را و ما را مغفرت بکن و در دلهای ما در برابر مسلمان ها، در برابر مؤمنین کینه و کدورت نگذار، برقرار نباشه در دلهای ما کینه و کدورت در برابر اونا نباشه. ای پروردگاری که تو رؤوف و رحیم هستی، قرآن خواهد ما ای را میخواید، کینه داشتن در برابر یک کسی، قهر شدن از کسی، فاصله گرفتن از یک مؤمن، هیچ مجال نیست برای ما. نمیتونیم برای خود ما یک توجیه بکنیم، یک بهانه بیاریم که ما از این خاطر برادر مؤمن ما ازش دور شدیم. وقتی که ما به قرآن ایمان داریم و میفهمیم، میگیم که قرآن شفا هست، قرآن رحمت است، قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن نسخه زندگی هست، اما اگر ما متوجه نشدیم و این کینه در دل جای گرفت در برابر یک مسلمان، ای چی عضو فامیل ما هست، چی همسایه ما هست، یک مسلمان هست که ما در برابر از او میخوایم که کینه جویی بکنم، صمیمی ترین رابطه ها را این کینه اگر در دل جا گرفت و هم میزنه، او پسرش رو مسایه کنه، او پدر امرای پسرش، امرای نواسیش در دل اکش داخل شده، این مرض ریشه دوانده، سبب شده که اینا را ترک کنه. و این کینه چطور در دل جای میگیره، رشد میکنه، ریشه میدوانه؟ وقتی که شما قهر شدین سر یک کسی، غضب شدین، خشمگین شدین بالای کسی و او را در عملتان پیاده کردین، خشمتان فرو نبردین، جلوش نگرفتین، سرایت کرد، عکس العمل نشان دادین، قهر شدین، تأثیرش و غیر از اینکه در مقابل بود بالای خودتان تأثیر میکنه، این کینه را به وجود آورد در دل شما، حقد شد، عقده شد، نعوذ بالله، نعوذ بالله. ببینیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما چی رقم نصیحت میکنن. در صحیحین میخوانیم، هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از قول حضرت ابو هریره رضی الله عنه میگن که عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث دوام میتن ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. الله اكبر. چند تا مرض مهلک بر ما نشانی میکنه پیامبر حبیب صلی الله علیه وسلم. اول که شما بدگمانی نکنین در برابر یک مسلمان، بدگمان نباشین، از این پرهیز کنین، سر یکی دیگه تان گمان بد نکنین، و بدترین یا بدترین دروغ همی گمان است، گمان بد است.
جاهای می اگر شما حسن زن داشته باشین، گمان نیک بکنین و فکر ما این کار توجیه بکنیم، نه قصدش تو بد نبود، قصدش تو نبود، میخواست اینطور باشه، اول شروع میشه مثل که ازمون گمان بد. ما فکر میکنم که این اینطور بود، در حالی که شما متعقل نیستین. 99% اگر که شما در یک رابطه متعقل بودین، 1% متعقل نبودین و قرار دادین، فیصله کردین که عمت خود باز ببینین، شاید عمت، من فکر میکنم، حدس میزنم، پس این گمان است. اگر این بد بود، باز این گمان شما از دروغترین حرف هاست. به دنبال کوتاهی ها و ضعف و خلاهای یکی دیگه تا نباشین، تجسس نکنین، عیب های یکی دیگه را نپالین. الله اکبر. بر یکی دیگه تان تخت و تاز نکنین، حمله نکنین، چی زبانی است چی حرکتی است، احتیاط کنین، مراعاتش کنین، احترامش کنین. حسادت نکنین، چرا او چیز دارم من ندارم. صفت های خوبی که در یک شخص است یا نعمت هایی که خداوند بر از او عطا کرده، شما چرا رنج میبرید؟ خدایا با او دادی با من بته. و بغض و کینه نداشته باشید. ببینیم بغض اونم آمد در برابر یکی دیگه، کینه نداشته باشید. پشت نکنین بر یکی دیگه تون. کسی میاد پیش رویتان، ازش آزرده هستی، خفه هستی، رویتان میگردانی، نمیری خانش، ارتباط را قطع کردی برش. بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله در آخر میگن ای بندگان خدا، مطابق دستور خدا با هم برادر باشید. امو رقمی که خدا میفرماید شما با هم دیگیتان برادری کنین. رسول الله صلی الله علیه و آله ما را از این امراضی که بالاخره ما را نگیره هشدار میده که در این مرضا مبتلا نشوین شما. دنیایتان هم تلخ تیر میشه، آخرتتان هم که نتیجه همی اعمال دنیایی ما هست. ولی که ما انسان هستیم، جنجال ایجاد میشه، کشمکش هست، جدل هست، جنگ هست. خب کوشش کنیم که اول نشوه، ولی شد، ولی چکار کنیم؟ بگذاریم که رشد کنه، ریشه بدوانه، رابطه ها را خرابتر بکنه، یا کفایت میکنه بس است، جلوش بگیریم. چکار کنیم؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از یارانشان یک وقت پرسان کردن که بهترین پهلوان کی است؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود، صحابه فرمودن که فدای تیمیا رسول الله، بهترین پهلوان امو است که حریف خود به زمین بزنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که نه خیر، بهترین پهلوان کسی است که خشم خودش فرو ببره، سر خشم خودش غالب شود. سبحان الله، این پهلوان است. یک شخص خوب شاید آسان باشه چپا کردنش، ولی این کار آسان نیست. این بهترین پهلوان کار داره که زیرک باشه، بفهمه تکنیک هایی که شیطان برش، دامی که شیطان برش، حیله هایی که شیطان برش کشیده، از هر چال و نیرنگ شیطان باید با خبر باشه که ها آدمه را مثل که به دام خود مندازه. اون وقت شما پهلوان هستید، بهترین پهلوان هستید. حالا اگر همی کسی که بهترین پهلوان است خشم خودش فرو برد، جلوش گرفت، سرایت نکرد، در عمل خودش پیاده نکردش، سرکوبش کرد در داخل، از عواقب خطرناک و ناگوار از خودش نجات داد، چقدر هوشیار بودی آدم، ایره جلوش گرفت که در دلش، در قلب پاکش حقد و کینه شوه، گرفت جلوش. الله اکبر. امام غزالی رحمت الله علیه میگه که کینه از خشم، از قهر و غضب تولد میشه. خشم وقتی که جان گرفت، نمو کرد، از این کینه به وجود می آید. و این کینه وقتی به وجود آمد، آفتهای را به دنبال داره که دین انسان به هلاکت روبرو می کنه.
دین انسان از بین میبره. نعوذ بالله. ما چقدر کوشش میکنیم که عبادت کنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم، خدا را از خود ما راضی بسازیم، این کار را بکنیم، او کار را بکنیم، ولی در یک چشم به هم زدن یک کسی ما را برا شفته ساخت. ما همه عبادات خود ما را نادیده میگیریم، زحمات ما به هدر بره. عزیزای ما، خیلی حساس است موضوع. دین ما در رابطه مطرح است، آخرت مطرح است، قبر، جنت و جهنم. وقتی کینه به وجود آمد چیکار میکنه؟ آفتهایی که بر دین ما ضربه میزنه، یکی دیگه ما رو از هم فاصله میده، دور میشه، سلام علیک از بین میره، نفرت ایجاد میشه که دیگه ما رو بد میبینیم، تحقیر و توهین میکنیم، ببینیم بالا رفته میره، عیبهایی که دیگه خود ما رو جستجو میکنیم، پیدا میکنیم، اسرارش فاش میکنیم، دیگه دل ما نمیسوزه برش که خود دوستم بودی، خود فامیلم بود، حالا عیبش بر دیگران میگیم. از این بالاتر میریم، وقتی که کدام مصیبتی به او حال دچار شوه خوشحال میشیم، نقصه بکنه در زندگیش، یک مشکل برش پیش بیه خوب شد میگیم. چطور راضی میشیم؟ خب متوجه نشدیم او سرایت کرده، حسادت میشه، دشمنی به اوجش میرسه، حتی در تباهی و بربادیش تلاش میکنیم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم هشدار میده که مؤمن کینه‌دار نمیباشه. الله اکبر. مثل که ما بگیم شرط ایمان میگذاره پیامبر عزیز در دل که کینه هست ایمان نیست. مؤمن کینه‌دار نمیباشه، کینه نمیگیره. وقتی این کینه رشد کنه، قلب سیاه کرد، میگه گلای تازه ایمان پرپر میشه، پژمرده میشه. مهر، محبت، سلام، شفقت، روابط فی ما بین، اینا خشک میشه. کینه است. سرطان وقتی گرفت شما را دیگه مجال نمیده، آیست آیسته مویای از بدن میریزه، چهره رنگش تغییر میکنه، آیسته آیسته گوشتان آب میشه، پوست در استخوان میچسبه. ولی این مرضم دین هونموتر خشک میکنه دیگه. از کسی که صاحب کینه و حقد و عقده پر شده هیچ خیر دیگه از اون نیست. سبحان الله. حتی اینطور یک وقتی میرسه که شما دیگه در ادای فرایض عبادت ها هم خیر نمیمونید، روحتان، نفستان دیگه از عبادات بهره نمیبره. عبادت میکنید، نماز میخوانید، اما بعد از نماز هیچ تأثیری نکرده نماز، دروغ گفته میشه، غیبت کرده میشه، هر حلال و حرام فرقش ختم میشه، ولی نماز هم میخونه، روزه میگیره، رمضان وقتی رفت پس مسخرگیست، حالت تغییر میکنه، حج میره، ولی اگر مار بود دوباره اژدرها میشه میاد. چرا؟ او دل پر از عقده بوده، پر از کینه بوده، در او ترحم نیست، شفقت نیست، از خدا چی بخواه؟ خدایی که دل از او سیاه شده، کسی را بخشیده نمیتونه، از خدا چی را بخشش میخواه؟ خدا برای او چی را ببخشه؟ جای کار به جای میرسه که همین کینه و دشمنی صاحب خدا از عقل بیگانه میکنه. گناه های صغیره خب برش عادیست، گناه های کبیره را ازش دستبردار نمیشه، مبتلا میشه، خدا مورد خشم و غضب الله که رحیم است، مهربان است، غفور است، غفار است. ما وقت
همو خدا را بالای خود خشمناک می سازد، غضب می کند، غضب خدا را به خودش می خره. کی جرات می کنه از یک کسی کینه بگیره؟ همین حرفا اگه هست، همین گپا را اگه ما بفهمیم، شما را به خود یک دقیقه کتی کسی شما کینه گرفته می تانید، آخر دنیایتان را می تانید خار و زار شود، آخرت هم از شما بره. رسول خدا صلی الله علیه وسلم میگن ما از یک عمل خیر با شما خبر بتم که ثواب از او از روزه و نماز و صدقه هم بیشتر باشه. طبعا از ثواب نماز چیزی ممکن است برش نرسد، ولی میخواین اهمیت از این کار مطرح بکنن. چی هست یاران؟ میگن بلی قربان سیام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، بفرمایید او کار چی هست؟ میگن برقراری صلح در بین دو نفر. الله اکبر، ای کسی که ای افتخار داره در بین دو تا عزیز، دو تا برادر، اعضای فامیل، زن و شوهر، خواهر و برادر، برادر و برادر، خواهر و خواهر، امثال از اینا، یک کدورت، یک جنجال هست، یک نفر سوم کمر احمد بسته میکنه، اینا را آشتی میده، اینا را در بینشان صلح هم یاره. ببینن که ای اجر از این صلح آوردن چی هست؟ پیامبر عزیز میگن از نماز و روزه و صدقه بالاتر اجر میبرید. چرا؟ میگن خصومت و دشمنی در بین افراد یک تیغی است که تراش میکنن. حالا تشبیه میکنن این رو به یک چیزه. یک تیغی است، همی دشمنی، همی کینه، همی عداوت در بین افراد، در بین دو نفر. مثل یک تیغی است که تراش میکنن. مبارک با زبان شیرینشان میگن این تراش موی تراش نمیکنه، دین تراش میکنه. عزیزای من دین تراش میکنه. در حادثه افک یا واقعه افک شما عزیزان اکثرا با خبر هستید. منافقین در حق مادر ما عایشه مطهره رضی الله عنها، دختر ابوبکر صدیق، بعد از انبیا بهترین بشر به قول رسول امین صادق، رسول الله امی بر ما امی پیام دادن، امی حرف زدن که بعد از انبیا بهترین انسان ابوبکر است، دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنها عایشه، محبوبی محبوب خدا، خانم رسول الله صلی الله علیه و آله، اهل بیتشان برای بیبی عایشه مطهره صدیقه رضی الله عنها یک تهمت کردن منافقین و ایره دامن زدن. فضای منور شهر رسول الله را مکدر کردن، رسول الله را کت اهل و بیتشان، کت یارانشان، کت کلگی محزون و مغموم ساختن، همه پریشان شد، یک افترا کردن به ناموس پیامبر. از زبان به زبان نشر کرد. حادثه زیاد است، شما در جریان هستید. از آسمان ها وقتی براءت عایشه صدیقه رضی الله عنها نازل شد، جبرائیل امین وحی الهی را آورد، آیت های قرآن آورد و مادر ما را براءت داد. در این جریان کسی بود مستح که یک خویشاوندی قربت با ابوبکر صدیق داشت، با خانواده شان، و آدم فقیری بود. حضرت ابوبکر صدیق کفالت از او را به عهده داشتن، ماهانه یا برزو هم نفقیش می دادن. ای هم ساده شده بود در آنجای ای حرف، ای هم گفته بود که ما شنیدیم که همه طور هست. وقتی ابوبکر صدیق می شنوه که مستح ای گفه او هم زده، فخانش بیرون میشه، بشر است، معصوم که نیست،
تنها پیامبران معصوم هستند. ابوبکر صدیق بهترین بشر است بعد از پیامبرا، همون معصوم نیست. بسیار محزون شد، بسیار خشمناک شد که نسته به دختر عزی، به توت جگرش، به محبوب محبوب خدا، به زن پیامبر، پیامبری که جان و مال خود ابوبکر صدیق سرش میکرد، در راهش همه جانش فدا کرد. قهر شد، گفت که سوگند خورد که من دیگه به مسته هیچ کمک نمی کنم. حق داشت، شما در جای از او خودتان قرار بدید که به شما هم تو یک نوجوان مردانه یک تهمت زده شود. وقتی حرف زد ابوبکر صدیق، اللهی که من میدید ناظر بود، شنونده بود که از دهان ابوبکر همه تو یک جمله بیرون شد. خدا ابوبکر خیلی دوست داشت. در غار ثور رسول الله صلی الله علیه وسلم بر ابوبکر گفت که یا ابوبکر چرا میترسی؟ قربان شما، گفت آمدن کسایی که شما را تعقیب میکنن، اگر کلی خدا پایان بکنه میبینه شما را، میگیره شما را. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم میگه یا ابوبکر نترس، خدا با ما و تو هست. حضرت ابوبکر کافی هست ای برش که خدا با او هست. همه تو یک شخصیت خدا میشنوه حرفش که میگه من دیگه کمک نمی کنم. آیت ها نازل، آیت نازل میشه به دنبال آیت هایی که خداوند در براءت دختر عزیزش نازل کرد. اعوذ بالله، ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. آیت دوام میکنه، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. الله اکبر، والله غفور رحیم. خداوند نمیخواد که دل نازنین ابوبکر مکدر شود. حالا خشمناک شد، در دلش اثر نکنه، ای اقده نشوه، کینه نشوه، ای گفت من دیگه کمک نمی کنم به او. یا رب، ابوبکر دوست داشت خداوند عزیز، میگه نکنین این کار، شما که صاحبای فضل هستین، شما زیبنده نیست که از کسانی که شما را رنجیده کرد از اونا دیگه شما اونا را نبخشین و از اونا کمکتان دریغ کنین. الله اکبر، با شما زیبنده نیست، یه حرف نزنی ابوبکر. کسایی که مغفرت خدا را میخواین، خدایی که غفور و رحیم است، شما عفو کنین، گذشت کنین. ابوبکر وقتی آیت ها را میشنوه از رسول خدا صلی الله علیه وسلم، فغانش میبره، فریاد میگه خدایا، میگه بس دیگه، من دوام میتونم کمک، من هیچ وقت قطع نمیکنم. اون هم دوست داشتن، خدا را دوست داشتن، ولی قهر شد حضرت ابوبکر، ولی فورا خشم خودش فرو برد و دوباره اعلان کرد که من به مسته کمک میکنم، کمک من دوام میدم. الله اکبر. شما این حالت ها را پیش خودتان تمثیل کنید. آیا در این دنیایی که چند روز اعتبار دارین سر خودتان، شما رابطه ها را بسکلانین، قطع کنین با عزیزایتان، با مسلمان ها، با پدر و مادر، با عروس، با داماد، زن و شوهر. چقدر مردا هستن که در خانه وقتی خانمشان آزرده ساخته اونا را، میبینیم هفته ها گپ نمیزنن، در دلشون را گرفته. خیر، این شد یک کاره، ولی این دوام نده، در دلت اثر نکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که
روز قیامت ندا کنند، صدا میکنند که بخیزید، بخیزید ای کسانی که در دنیا عفو کرده بودین. الله اکبر. این عفو، این گذشت چقدر مقام داره. روزی که هر کسی به یک ذره ثواب محتاج است، ذره ذره حساب میشه در اونجا. صدا میکنن که هر کسی که در دنیا عفو کرده کسی را بخیزه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگن که چند هزار نفر استاده میشه، اینا عفو کردن در زندگیشان، هر کس کرده یادش میاد در اونجا، کار خراب ما میاد ما میاد، کار خوب ما میاد ما میاد، اینا بلند میشن چند هزار نفر، و چند صد هزار نرسیده، چند هزار نفر اینا بلند میشن و صدا میکنن که ای کسانی که عفو کرده بودین در دنیا، حق شما بالای الله سبحان مانده، در اینجا شما سر خدا حقتون مانده، سر خدا حقتون مانده. در اونجا برشان مجده داده میشه که کسانی که عفو کرده بودین آل خداوند جبران میکنه، همه گیتان بدون پرسان برین به جهنم، برین به جنت، برین داخل بهشت، برین. سبحان الله. کسی که تو کی نگرفتی نمیخوای فردا تو بدون حساب داخل بهشت بری، بکش این چیزها را از دل پاکت. شیطانی که ما را از رفتن به بهشت مانی میشه، از خود ما دورش کنیم. اعوذ بالله که میگیم امیر درست به اخلاص بگیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما در صحیح ترمذی میخوانیم حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگن ما یک عدی در نزد رسول خدا صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم که یک کسی آمد و گفت یا رسول خدا، خطاهای خادم خدا و نوکر خدا ما چند دفعه عفو بکنم؟ رسول الله، حبیب خدا، معلم بشریت، جواب نمیتن، خاموش میباشن. حرفش شنیدن. این مرد باز تکرار کرد که یا رسول الله، مثل بگه یک نفر خادم خدا مزدور خدا چند دفعه عفو بکنه، از چند خطایش بگذره. رسول الله جواب میتن که روزانه 70 بار عفو بکن، 70 بار روزانه عفو بکن. معنی چیز؟ یک نفر روزانه 70 دفعه خود غلط نمی کنه، اشتباه نمی کنه. یعنی هر قدر که خطا و اشتباهی کرد ببخش، عفو بکن. در جمله چند هزار نفر داخل میشیم. رسول خدا خود نمونه است. حضرت انس که سالها در خدمتشان بود، از طفولیت خدمت میکرد، میگه مرا یادم نمیاد که رسول الله سر من قهر شده باشه. یگان وقت پشت کار مرا میفرستادن یادم میرفت، کار بعض وقت اشتباها کار دیگه میکردم، ولی نشنیدم که مرا گوش ما گرفته باشن، تهدید کرده باشن، قهر شده باشن. الله اکبر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از زبان ابو هریره رضی الله عنه میشنویم که در صحیح مسلم است که در روز قیامت خداوند متعال اعلان میکنند، میفرمایند که کجا هست او بنده های من که به خاطر عزت و جلال من با همدیگر دوستی میکردند در دنیا، کجا هستند؟ اونا هستند. میفهمه خدا که اونا کجا هستند.
میخواد در مقام اینا را معرفی بکنه. کل مخلوقات و جهازر است، حشر است، محشر است. کجا هستن اینا که به خاطر بزرگداشت و عزت ما، به خاطر محبت و دوستی ما با هم دیگر اینا دوست شده بودن، دوستی میکردن، بیاین بخیزن. امروز که جز سایه ما، یا به عبارت جز سایه عرش ما هیچ سایه نیست، ما اینها را در زیر سایه خودم پناه میدم. الله اکبر. یه طور دوستی داشته باشیم یا که به یک چیزی بسیار بیهوده و پیش پا افتاده، دشمنی ها، عداوت، دوری، کینه، کدورت، خود ما را به هزار درد دیگه مبتلا کنیم. خداوند در بین از اوقدر مخلوق میخوای مقام از اینا را، مقام والای اینا را معرفی بکنن. ای بنده های من، اینا کسایی هستن که به اینی مقام و منزلت شایستگی دارن. ما امروز در زیر سایه عرش خودم اینا را پناه میدم. الله اکبر. تمنا میکنیم خدایا ما را از جمله همه تو بنده هایت بساز. حضرت عقبه ابن عامر رضی الله عنه میگن که روزی رسول خدا صلی الله علیه وسلم دست مرا گرفتند و گفتند که فاضل ترین اخلاق اهل دنیا و آخرت میدانی چیست؟ بهترین اخلاق برای اهل دنیا و آخرت. حضرت عقبه میگه قربان شما بفرمایید. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که اخلاق یک انسان اینمی باید باشه. چی رقم است؟ که بهترین از در دنیا و آخرت. هر کی با تو برید با او پیوند کو. او خودش برا شفته ساخته خودته. او قطع کرده. حالا تو وصل کو. خودت که وصل قطع کرده باشه خو آسان است که تو عذر بخوای او بری بسته کنی. او کرده. او بریده تو وصل میکنی. کسی که تو را محروم بکنه و تو را برش عطا کنی وقتی که داشتی. یک چیز دارنده هست، تو نداشتی، ندادت، ولی تو حال داری میتیشه، بیتی باید. بهترین اخلاق هستی. و هر کی بر تو ظلم کرد عفو بکن. طبعا این ظلم نیست که ظلم بشار اسد باشه، ظلم رژیم های مستبد و ظالم باشه، این بین افراد است. یک ناسپاسی کرد، یک حق تلفی کرد، یک قفاق زد خودت، یک دشنام داد، ظلم کرد برد، تو بگذر عفو بکن. این بهترین اخلاق است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگن که موسی علیه السلام از الله سبحان پرسان کرد که یارب عزیزترین بنده ها نزد تو کی هست یا کدام هست؟ خدا بر موسی علیه السلام می فرماید عز و جل آن که در وقت توانایی عفو کنه. شما را که زورتان نرسه چی را عفو میکنین؟ شما در وقتی که میخواین حقتان را بگیرین، انتقام بگیرین، یک چیز بکنین، در این وقت گذشت نکنین. اسلام عزیز، این دینی که ما افتخار میکنیم پیروش هستیم، این ما را همیشه کنترل میکنه، مواظبت میکنه، بررسی میکنه احوال ما را، که نشه که کدام کاری از انجام بدیم، کدام حرف از زبان ما بیرون شود، کدام عمل انجام بدیم که این به ضرر ما تمام شود. بنابراین اسلام عزیز مواظب ما هست، مبادا کدام آسیب و اثر به ما، ضرر به ما برسه، کدورت و کینه و چیزا در دل ما ایجاد شود. این دل پاک باید باشه، از کینه و از حقد و از عداوت اینا دور باشه، اثر نکنه سرش. چی کار کنه؟ حتی ببینیم وقت ما نماز میخوانیم، اگر این دل ما صفا نباشه، قلب
بی آلایش نباشه، کار نکرده باشیم که به مردم ضرر رسانده باشیم، خیانت نکرده باشیم در امانت هایی که با ما سپرده شده، در کار ما، در هر چیز ما. وقتی ما از اینها خود ما را وجدانن ایمانن آلوده نمی بینیم، خود ما را پاک احساس می کنیم، وقتی ما در اتو یک حالت نماز می خوانیم، نماز ما مورد پذیرش الله هست. ما در حدیث مبارک می بینیم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگن که 30 دسته کسانی هستن که نمازشان از سرشان یک وجب یا یک بلست بالا نمیره، یعنی مورد قبول الله قرار نمیگیره. 30 دسته از کسایی هستن که خداوند نماز از اینا را قبول نمیکنه، عبادت تا که بالا میره و پیش پروردگار عرض میشه، مثل که در حدیث شریمه که یک بلستم بالا نمیره، همینجا میباشه، یعنی بالا نمیره. کی هستن این 3 نفر؟ شاید یکیش مورد بحث ما نباشه، ولیکن حدیث شریفه ترجمه شمی خانم بر شما. اول کسی است که امامت گروهی را به عهده داره ولی مقتدیا از این راضی نیستن، خوششان نمیآید، و نماز دادن ازی راضی نیستن، نماز ازی آدم قبول نمیشه پیش پروردگار عزیز. وقتی نماز امام قبول نمیشه، نماز مقتدی که مربوط به امام شد. دوم، زنی که شب از صبح میکنه و به حق شوهرش ازش آزرده باشه، به حق خانم دیده بدانسته یک کار کرده که شوهر آزرده شده از پیشش و این شبه تا صبح سپری میکنه، دلجویی نمیکنه، عذرخواهی نمیکنه، بنابراین نماز از این خانم از سرش بلند نمیشه، مورد پذیرش پروردگار نیست. و سوم کسی که برادر با برادر مسلمان خود رابطه خود قطع کرده باشه، از این 3 دسته به خدا پناه ببریم. اگر خواهرم است، اگر برادرم است، در این 3 مصیبت خودت دوچار نکن. آله دوام صحبت ما رو میبینیم، در حدیث دیگه میخوانیم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماین که اعمال انسان روزهای دوشنبه و پنجشنبه به پیش پروردگار عرضه میشه. در حدیث هم تو می آید که در این روز اگر کسی به خدا شریک ناورده باشه، خداوند ایره مورد مغفرت خود قرار میده، الا او کسی که در بین دو تا برادر، الا او کسایی که در دلشان کینه هست، عداوت هست، رابطه را قطع کردن. چی میگن ایره؟ مردی که بین او و برادرش دشمنی و کینه باشد، الله عزیز میفرماید که این دوتا رو به حال خودشان بگذارین، دوستیش نمیبینه خداوند عزیز. اعمال پیش شد، دوستی ما بالا برده شد، اما از این دو نفری که با هم قطع علاقه کردن، خدا این دوتا اعمال نامه رو نمیبینه، میگیره بگذارین. هر وقت اینا صلح کردن باز بیارین برای من. یعنی چی؟ ای عبادت ها مورد پذیرش خدا قرار نگرفت، تأخیر شد تا که اینا صلح کنن، اگر صلح نکردن یا رب آل ما. اگر عزیزا بریم یک کمک پیش، کی وقتی که در بین دو برادر یا دو مسلمان ای رابطه قطع باشه، در بینشان کینه و عداوت باشه، عقده شده باشه، حقد شده باشه، در قلبها کدورت ایجاد شده باشه، عبادت های از اینا رو خداوند به تأخیر مندازه قبولی شه. پس در بین جماعت های اسلامی، در بین گروه های اسلامی که اینها حتی تا
در یک مملکت هستند، رابطه بینشان، و هر دوشان هم کوشش میکنند که اینا نظام الهی را، نظام اسلامی را پیاده بکنند، ولی از همدیگر اینا دور هستند. ممکن است در اجتهادشان، در راه روششان، طریقی که اینا مبارزه میکنند فرق داشته باشند، اما چطور است که سالهای سال است، احزاب زیادی را ما میشناسیم، اما پیروزی نصیب نمیشه، مثل که خدا دعا را قبول نمیکنه. چرا؟ در بین از جماعت ها روابط حسنی اسلامی قطع شده، اینا با هم همکار نیستند. اینا بالاخره با یکدیگر چنان برخورد کردن، عقدمند شدن. دور نریم افغانستان، یکی ده که دیگر را جور کرد، یکی دیگه که اگر درد داشت از یک برادر خود انشعاب کرد، رفت یک چیز دیگه ساخت، جور کرد. سالهای قدیمه در وقت زمان روس ها چندین گروه و جماعت بود که با روس ها درگیر بودن، ولی در بین خودشان هم رابطه ها چنان رابطه ای که خدا میخواست نبود. ما ایره به خوشبینی میبینیم، یک اجتهاد، شاید در اجتهاد اینا اشتباه بود، ولی سبب شد که این اختلاف یا این دوری به حد بره که از پهلوی یک دیگر که خیر، دشمنی با یک دیگر که خیر، که در پهلوی دشمن اصلی هر دو قرار گرفتن. امروز میبینیم در افغانستان ما، امروز که یکی در از امتحان، از کوری امتحان برآمدن، رفتن به دامن دشمن، یکی دو تای دیگه که مانده که معروفشان هستن، ولی حزب اسلامی و طالبا، اینا چرا؟ یک کسی نیست که بین از اینا وحدت بیاره. چی مشکل است؟ حتی میبینیم مشکل به حد بالا میایه که طالبا میاین قماندان های حزب اسلامی رو در وردک ترور میکنن. این به نفع کی تمام شد؟ به نفع دشمن اصلی، که فردا اگر یکی را زد و دومی را از بین میبره. یاد طالبا رفت وقتی که اونها دوست بودن با هم، روابط خوب بود، وقتی کمی سرکشی کردن از اوامر اونها، در لست سیاه دشمن گرفتشان، افغانستان با اونها یک جای به تباهی برد. همین قوت هایی که امروز داد از عدالت و دموکراسی و آزادی میزنن، نشه فردا روز باز از اینا ناگزیر است دوتا، او کسای دیگه هم که در افغانستان مبارزه میکنن، زبانی، تبلیغاتی، فرهنگی، او کسایی رو میاد میکنم که مسلح جنگ میکنن. اگر اینا رابطه هایشان به قسم شوه که خدای نخواسته، ناگزیر یک کسی باز به پالی دشمن اصلی قرار میگیره. ببینین مصر، از اون روز به خدا پناه ببریم، نشوه که اهمی روابط، قطع روابط سبب تأخیر پیروزی شده. اگر این خدای عزیز که عادل است میبینه که امت حبیبش به پنجه های خیلی ظالمانه دشمن سپرده شده، خدای قهار در یک چشم به هم زدن این دشمن سرنگون میکنه، ولی مثل که همین روابط، قطع روابط بین مسلمان ها سبب تأخیر این پیروزی نشده باشه. بیاین دست به گریبان چهیم، از خدا بترسیم. اگر شخصی است، اگر حزبی است، بیاین از خدا بترسیم، برقرار کنیم برادری و دوستی را، دشمن ما را بشناسیم. همو فرمودی پیامبر عزیز ماست که شیطان مایوس نشده تا در بین شما ایجاد تفرقه و آشوب و فتنه میکنه. هنوز مایوس نیست، کدر آیسی کار خود از برما بیرمه، حال در افریقا عیسوی میای مسلمانه میکشه، بودایی میای مسلمانه میکشه، کمونیست میای مسلمانه میکشه، علمانی و ساکیولار میای مسلمانه میکشه، همه در جان مسلمان ها افتیدن. مسلمان ها بیدار شوید، بیاین دست برادری بتیم، یکی دیگه ما رو ببخشیم، عفو کنیم. خانواده ها، عزیزای من، خواهرای من، برادرای من،
شما شنیدین یک چند وقت پیش که یک هیئت استخباراتی اروپا از کشورهای اروپایی، یک هیئت استخباراتی رفت دمشق پیش بشار اسد. واضح گفتن ما میریم بررسی میکنیم که جلوی نشر اسلامگرایی افراطی را بگیریم، بررسی میکنیم چطور میتونیم جلویش را بگیریم. کافی نیست، تجربه دیگه کشورها برای سوریه کافی است. نگذارین در بین شما اختلاف ایجاد کنن. امروز اینا علنی حرف میزنن که برای ما بشار نسبت به بشار خوناشام، دراکولا، دراکولای حقیقی برای اروپا و امریکا بهتر است از او کسایی که به خاطر اسلام مبارزه میکنن. این برای مسلمان ها کافی است. نگذاریم اینها مثلی که در افغانستان به نام اتحادیه های خیری، دکترای بی مرز، خبرنگار، عکاس رفتن ملت ما را به کدام روز کشاندن؟ در بین احزاب که خیر، در بین ولایت ها، در بین اقوام، قبائل، شیعه و سنی که کونه شد، چه چیزهای دیگه اینا ایجاد کردن که ملت به جان هم انداختن. حال امروز دیگه باک ندارن، علنی میکنن. امروز در افغانستان اگر اونا متحد آمدن، در سوریه هم متحد هستن. از رژیمی که ادعای رهبری امت میکنن، او به نامی که حزب الله نامش گذاشتن، با چین و روس ها و امروز اروپا و امریکا و هر مفسد دیگه دست خود یکی کردن، در جان مسلمان ها چسبیدن. مسلمان ها هوشیار نیستیم، هوشیار شیم تا کی؟ بیا این اکی دیگه ما رو عفو بکنیم، محبت ایجاد بکنیم، همکاری و همیار شویم و دعای ما مورد قبولی پروردگار قرار بگیره و این پیروزی رو احساس کنیم. بدون شک بگیم علیس الصبح بقریب، آیا صبح پیروزی نزدیک نیست؟ که هست. خداوند مثل منتظر است ما چی وقت کینه و کدورت ما رو برطرف میکنیم. خواهر عزیز من، برادرک عزیز من، چطور تو به جنازه نمیری؟ عزیز فوت کرد، دلک دمقه کین است، اقدر سخت گرفته تو، در محفل خوشی برادر خود نمیره. او پدر اولادش، نواسیش، عروسش، مادر نواسیت است، مادرک، عروس گلی، اگر تو در خود تقصیر دیدی برو عذر خواهی کن، شوهر خودت میگو، شما برین دست به دستپوزی پدر مادرتان برین. ما وقتی که گذشته ها بود میرفتیم به خانه های عمه و خاله و اینا به بهانه روز عید، عیدی گرفتن میرفتیم، میرفتیم دستبوسی میکردیم، روان میکردن بزرگا ما را، عیدی میگرفتیم، دعایشان هم میگرفتیم. همون بود که خانواده ها سر پای بودن. امروز چقدر پوشالی شده این روابط خانوادگی. ما یک دو حدیث میخوانم و یک میان برنامه میریم، یا بعد از میان برنامه حال یک استراحت میکنیم، استراحت میکنیم یک دو دقیقه، شما هم دمتون بگیرین. بعد از میان برنامه دوباره انشالله باز تلفن ها هم انشالله باز میشه، باز با هم صحبت میکنیم، صحبت های شما رو میشنیم. فعلا شما رو به خداوند عزیز میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل شاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني.
ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل شاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن والله خافرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان جمع الإله المسلمين على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلان من حبني فليجتنب من سبني إن كان صان محبتي ورعاني وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستوياني صل أمهات المؤمنين ولا تحيد عنا فتسلب حلة الإيمان إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان محفوفة بالروح والريحان الله برکات. بینندگان عزیز، صحبت مثل که داغ شد. ما با یک دو سه حدیث که در نظر دارم بعد صحبت با شما میگذارم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما که بنده های عابد پروردگار خود ما را معرفی میکنیم، میخواهیم بنده های خوب خدا باشیم. سبا با
اعمال صالحه زیر خاک بریم و فردا روز قیامت که بلند میشیم روحای سفید داشته باشیم، اعمال نامی ما به دست راست ما داده شود، بهشت بریم، لقای الله نصیب ما شود. با این آرزو اگر هستیم توجه کنیم ببینیم رسول خدا چی سفارش میکنند. در صحیحین میخونیم، هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که برای مسلمان روا نیست که با برادر خودش تا 30 شب روابطش قطع کنه. یعنی برادر خودت تا 30 شب زیاد دیگه حق نداره که ترک کنه و روبروش با او رویش بگردانه، حق نداره. تا 30 روز اوکی، بسیار خشمگین ساخته شما را، بسیار قهرتان ساخته، 30 روز کافی بس. بعد از این شما باید که توجه کنین، به سلام شروع کنین. هر کس که سلام داد نوش جانش. 30 روز اجازه نداریم بیشتر. جای دیگه میخوانیم که برای مسلمان روا نیست که بیش از 30 شبانه روز برادرش را ترک کند، آن که بالاتر از 30 شبانه روز ترک کند بمیرد و به دوزخ لاحق شود. نعوذ بالله. اینجا جزایش تعیین کرد. اینجا گفت دیگه نکنین، سلام بدین، بگذارین، کنار بگذارین. در دیگه جای میخوانیم در حدیث شریف با اسناد صحیح میخوانیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگن که آن که برادرش را یک سال ترک کند، یک سال، ای کارش مثل ریختن خونش است. نعوذ بالله، نعوذ بالله. کس جرأت کنه از 30 روز زیاد کی نبگیره، اعمالش قبول نمیشد، بالا نمیرفت. خب بالاخره وقتی عمل انسان قبول نمیشه کجاست جایش؟ خود جهنم است. آل بیا یک چیز دیگر هم نو، اگر یک سال ترک کردی مثل از اینکه کشتی نفره، خون شریختی. بنابراین ما از خدا کمک بخواهیم که خدایا دلای ما را پاک بگردان، کینه و کدورت ازش بیرون بکن. ای جرأت کار داره، ای یک تلاش کار داره، ای به خاطر الله ای کار را باید ما شما بکنیم، نگذاریم که الله ناراض باشه، خود ما را مورد خشم و غضب خدا قرار ندیم. حالا میرم به طرف تلفونا، اگر خدا نصیب کرد با شما صحبت میکنیم. شما اگر چیزی کم و زیاد کردنی بودین در صحبت های من، حتما شما میاد کنین انشالله. از خدا تمنا میکنیم در بین خانواده های ما رابطه های نیک و حسن برقرار شود. بله، سلام علیکم، برنامه رحمت است. علی سلام علیکم، چطور هستین؟ خوب هستین؟ علیکم السلام و رحمت الله، خیر. شما خوب هستین؟ بفرمایید، صدایتون رو میشنوم. بخشین امی میتونین یه دفعه از خیلیتون امی تلفونتون رو بلند کنین، نمیخوین صدای من. بفرمایید خواهر. بله خواهش میکنم، خواهش میکنم، الله اکبر. اینا بله. نماز می خوانن؟ اوکی، من یادداشت کردم، من خواهر اینه بر شما جواب میگم. اوکی، خدا من کمک کنه انشاءالله، خدا پرده شما رو بکنه. اوکی، من به شما جواب میگم. اوکی، خواهش میکنم.
خدا خیرتان بده، خدا شما را خیر بده خواهد، خدا آسان کند مشکلات، خدا حافظ. خدا حافظ. ما خراسی هم که برای برادرهای خودم توصیه ممی است که عمر زود گذر است، شما فردا پشیمان میشین، کسایی از پیشتان میره باز وقت کنایش دلتان مانده ازشان حلال نخواستین، فردا به پیش خدا چی جواب میدین؟ سلام علیکم، برنامه رحمت است. او برادره که با خانم خودش قهر است و فامیل خانم خودش را نمیشناسه، اونا را عزت نمیکنه، با اولادای خودش روابطش صحیح نیست، شما یعنی چی فکر میکنین خودتان؟ از شما خدا پرسان نمیکنه؟ من حیث پدر، پدر خود مسئول خانه هست، شما اولادتان از دست شما به تنگ شده باشه، خانمتان به شما دلش از شما آزرده شده باشه، شما بالاخره چی میخواین؟ از خدا بترسید، یک بار دست به گریبان شوین ببینین که در کدام حالت است که حالت زندگی. بله سلام علیکم. بله سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. من میخیم که در پروگرام گپ بزنم. بفرماین، صدایتان کل اگه میشنوه بفرماین. خب امی پروگرام که گپ میزنین اینمی؟ امی پروگرام رحمت است از وصال حق، بفرماین. خب امی گوشی تلفن بالا میکنین؟ بفرمان. بله خانم، گوشی را گرفتم خانم، صحبت کنین شما، لطف کنین. بله شما اگر تو کنین خانم که بر ما اگر از طرف روز دمین نبر تلفن بکنین، من انشاءالله مفصل با شما صحبت میکنم. آله در پشت خط دیگه هم بیننده ها هستن، من چیز شما را همین نمبر کال زنگ بزنین، از طرف روز برام زنگ بزنین، من با شما مفصل صحبت میکنم. بسیار خوش شدم از تلفنتان، تشکر. سلام علیکم و رحمت الله. همگی را ترساندین که واضح حرف خود را زده نتانند، میترسن بیچارگاه که مشکلی ایجاد شده، کسی نیست شنونده، کسی نیست بازخواستگر که برن به او شکایت خود کنن. از خدا بترسین. سبا اینمه تو که امروز سری امت همه تو ظالما دندانای خود تیز کردن و ما دعا میکنیم خدایا تو انتقام بگی، حالا ببین در خانه های ما همی حالت است، کسی نتانه از یک ظالمی که در درون خانه است شکایت کنه، این ظالم از خدا نمیترسن. یعنی یه حالتی که ما شما داریم حالت نیست که سرش انسان. ولی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، صدای شما میایه، بفرمایید. سن وصال حق است. بله سلام باشه استاد، سلامت باشین، زنده باشین، بفرمایید. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه با شما صحبت میکنم استاد عزیز. خداوند خیر بده شما، مهربانی میکنین، بفرمایید. تشکر دیگه امری نداشتم، فقط میخواستم از برنامه خوبی شما تشکر کنم. ما بلوچستان ما رو زیاد دوست داریم. قربان شما، خداوند بلوچستان از شر این مصیبت هایی که در اون منطقه هست خلاص بکنه. هی دل همه پر است، هر گوشه از این دنیا بر مسلمان ها آسوب گردیده، خدایا رحم کن. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. شما خوب هستید؟ شکر الحمدلله، شما خوب هستید؟ سلامت باشی. ببخشید جناب استاد یک سوالی داشتم. بفرمایید. یعنی حق زن چیست؟ بله. مثلا منظورم این است حق زن چیست؟ مثلا بعضیا میگه که مثلا شما رو زن ظلم میکنی، یا مثلا فلان یا بهمان میگن حق زن چیست؟ چیزی حق زن مثلا چی باشه؟ یه خونه بار بهش بگی مثلا زندگی خوب باش بکنی، مثلا حق زن چیز میخوام بفهمم. بسیار خوب، بسیار خوب، یادداشت کردم برادر عزیزم، بسیار تشکر از تلفنتان، لطف کردین. خدا حافظ. خدا حافظ. طبعا ما یکی از حقوقی که از خانوما را داریم همین هست که اونها را درست سرپرستی بکنیم، او امانت خدا هست پیش ما، آزارش نتیم، از کاری که برای ما انجام میده تشکری کنیم، عزتش کنیم، احترامش کنیم، ازش همین تقاضا را داشته باشیم که من حیث یک خانم مسلمان
فکر کنه که شما شوهرش هستی، احترام شما رو هم داشته باشه. حق شما بالای از او هست، حق از اونم بالای شما هست. حق این نیست که مثلا کسایی بگه که خانم دست خانم رو بگیرین برین بازار بگردین هر چیزی که دلتان شده انجام بده. نه خیر، شما حق و حقوقی برای ما تعیین میکنن همون روابط حسنه و خوبه هست که ایجاب میکنه یک مرد در برابر خانمش انجام بده. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. از بلوچستان تماس میگیرم. ما مردم بلوچستان شما رو خیلی دوست داریم. خداوند شما نیک بکنید. خداوند مشکلات سر ما هست. خداوند مشکلات همگی ما رو خصوصا از بلوچستان خداوند آسان کنه. خداوند شما رو در دنیا و آخرت عزت بده ان شاء الله. سلامت باشین برادر عزیزم. خداوند در پناهش نگاهتان کنه. خدا حافظتان. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. خدا حافظ ناصرتان. تشکر، بسیار تشکر. لطف کردین. حقوق طبعا ما بعضی چیزایی که غرب برای ما دسیسه جور کرده که حق زنها را اسلامی یا مسلمان ها پایمال میکنن، زنها را میزنن. شما بیاین در خود غرب در امریکا ببینین که وضعیت مردها با زنها چی هست. اصلا زن من حیث یک موجود انسان میپذیرن اینا؟ بله، ما که در اینجا زندگی میکنیم زن بیچاره در اینجا عالی دست مرد است، هر چیزی از زن بخواه میتونه. بله، سلام علیکم. برنامه رحمت از بفرمایید. بله بله، بفرمایید. شبکه وصال. بله، شبکه وصال حق است، بفرمایید، صحبت کنین. باش. الو، میشنوم صدایتان، صحبت کنین برادر عزیزم. میخوام رویل برم. همینطور هست، رو شما روی خط هستین، بفرمایید. الو، مثل که شما وقتی که صحبت کردین مستقیما روی خط هستین، شما باید حرف بزنین. چون از تلویزیون گوش میکنین بعد از تلفن صحبت میخواین بکنین، از او خاطر شما از پیشتون پس و پیش میشه صحبتتان. بله، برنامه رحمت است، فصال حق، بفرمایین. صدای شما میآید، بفرمایین، صحبت کنین. بله، برنامه حق است، برنامه وصال حق است، بفرمایین. ما در همین روابطی که چطور میتونیم بین خانواده ها، بین کسایی که با هم رنجیده شدن از همدیگر، رنجیده خاطر هستن، چه قسم میتونیم این مشکلات آسانتر زودتر حل بکنیم؟ اگر در این رابطه هم شما خودتان هم نظر بتین صحبت کنین بهتر است. بله، سلام علیکم، برنامه رحمت است. ما معمولا امروز در اکثر جای ها، نه تنها در اروپا، در کل کشورهای خود ما همین مصیبت شامل خانواده ها هست که یکی با دیگر جنگی هستن. بله، سلام علیکم، برنامه رحمت است. بله، بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. علیکم السلام، شما هم خسته نباشید، بفرمایید، سلامت باشید. خواستم با استاد توشه تلویزیون که صحبت کنن. صحبت کنین، شما مستقیم با من هستین، شما حرفتان همه میشنون، بگوین صحبتتان. الان ما که دارم در روی تلویزیون برای میبینم حرف شما اون چیز دیگه تانم میگم. آخو شما از تلویزیون گوش نکنین، با تلفن صحبت کنین. بعد از اینکه صحبت کردین شما صدای خودتان رو بازوجه میشنوین، از اون خاطر با من مستقیم صحبت کنین، تلویزیون گوش نکنین. طبعی الان خود در حال حاضر در اصفهان زندگی میکنم در ایران. بعدم من شکایتی که از من یه چیزی دارم که نمیتونم هیچ وقت این شکایت خود به گوش علمای افغانستان برسانم، میخوام از طریق شما برسانم. بفرمایید. شما محبت کنید اینو بهشون برسونید. این شبکه های افغانستان، ماها که در ایران هستیم و در همه افغانستان اکثرا مردم از طاعت و عبادت و روزه و نماز و فرایض دینی و انسانی خود از حقوق خود با خبر نیستند. متاسفانه این شبکه های افغانستان کلن از رقص و رقاصی و عیاشی و فتنه و همه چیز با چیز خوردار هستن. جا
جز طاعت و عبادت و نیکوکاری و خیراندیشی و این کار. متاسفانه کشور ما تاریخ هزارها ساله‌ای دارد از انسانیت و مجاهدت و اسلامیت، امروز به این بلا آغشته شده و مردم هم به شدت ازشون حمایت میکنن. این از طریق شما خواهش میکنم، من از ما از طریق شما میخوام که اینه به گوش مردم برسانید و گوش علمای افغانستان که یه خود جلوگیری میکنند از اینا. این چه وضعیتشه؟ ما اگر این شبکه های ایران هم نباشه، من الان یک شبکه های ایران هر روز میبینم، قرآن میذارن، ترجمه قرآن میذارن، مسائل انسانی اسلامی میذارن، اینا رو همه که مبینیم ما، مثل من هزارها نفر دیگه همینطور شبکه های وصال میبینیم، شبکه های داخلی ایران رو میبینیم، سیمای قرآن رو میبینیم، اینا رو خیلی خوبه برامون. اما این شبکه های افغانستان متاسفانه هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما را خدا خیر بده، خیلی موضوع مهم را یاد کردین. امیدوار هستم که مسئولین این شبکه ها شنیده باشن. بسیار حرف بجا زدین، خداوند اصلاح بکنه. بسیار تشکر از صحبتتان. هم برنامه در حالت ختم است، انشالله برنامه دیگر کم وقتر اگر شما صحبت کردین انشالله زیادتر در این رابطه شما صحبت کنین، به شما وقت میدم. بسیار تشکر برادر عزیزم، خواهش میکنم. من میتونم بازم وقت شما رو چند ثانیه دیگه بگیرم؟ امیال وقت ما در حالت ختم است، من یک دو سری جمله شاید برای شنوندای عزیزا بگویم، باز خداحافظی میکنم. شما در همین نمبر برای من میتونین از طرف روزم زنگ بزنین. متاسفانه از وقتی زیاد میگیریم و دوستا زیاد هستن تماس میگیرند و اینا، وقت دیگه رخ نمیشه و مشکلات تو گرفتاری زیاد نمیتونیم مثلا فرصت چونانی کنیم. آخو انشالله ما یه پیام شما را خودم کوشش میکنم به شکلهای دیگه هم بیان کنم. بسیار تشکر برادر عزیزم، دعا کنین که خدا اصلاح کنه. خداوند تعالی حفظتون کنه، همیشه سربلند باشید که ما با صدای شما همیشه سربلند باشید. قربان شما، با شما یک جا. خداوند این ملت های مسلمان همیشه سربلند داشته باشه. بسیار تشکر، باشید سلامت باشید. خدا حافظ شما، سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. برادرای عزیز و خواهرای گرامی ما، درد رو واقعا برادر عزیز چیزی مسئله مهم را اشاره کردن، ولیکن یک چیز ما باید بفهمیم که این شبکه ها را دشمن خودش تمویل میکنه، اینا را موظف کرده که ملت ها را باید خراب بکنه، عقیدهش خراب بکنه. وقتی ما از دین ما دور شدیم، اینا باز ما را تسخیر کردن. امروز که اینا سر ما حکومت میکنن، خزمی راه ها است. تنها در شبکه های ما نه، ببینید شبکه های عربی رو ببینید، در کشورهای عربی چی حال انداختن اینا. همین رقص است و پایکوبی است و دنگ و دنگ و چیزای مسخرگی، خنده بتین و فکاهی بگوین. یک چیزی که از او از نظر علم یک چیزی با انسان پیش بره، اوکی، برای یک ساعت نیم ساعت میمونن و 24 ساعت دیگه در فساد و در بیراهگی مردم مشغول کردن. خداوند از شر اینا کل امت خلاص کنه. ما از خواهرها و عزیز خواهرها و برادرای عزیز خودم هم تشکری میکنم، با ما مدت بودین، از حوصله مندیتان زیاد تشکر. امید است که برنامه تکرار ما را روز یک شنبه با وقت مکه مکرمه ساعت 16:00 ببینین و روز پنج شنبه هم ساعت 3:30 صبح روز پنج شنبه تکرار این دو برنامه را ببینین، با امید برقراری برنامه های اسلامی در سراسر عالم. خدایار و مددگار شما. از استودیوی مرکزی هم خیلی سپاسگزاری میکنم، بسیار تشکر از همگی شما. خدا یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.